بسم الله الرحمن الرحیم، کاری که به توکل تو کردم ابتدا، یا رب به فضل خیش رسانش به انتها. با تقدیم والاترین درودها و سلامها به پاکان خلقت، حضرت خاتم الانبیا و خاندان برگزیده ایشان، و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما رهپویان راه سعادت، آغاز میکنیم در محضر شما مصباح الهدای دیگر رو در ایستگاه چهارشنبه. خوشحال هستیم که توفیق داریم بنده و همه همکارانم در این مجموعه امشب هم میتوانیم خدمتگزار شما بزرگواران باشیم، و از اینکه در میان همه شلوغی ها و دغدغه های زندگی امروزی دنیای امروز فرصتی را برای تکاپو در دنیای معارف اسلامی برای خودتان پاس کردین، واقعا ما خرسند هستیم که در این فرصت ما خدمتگزار شما هستیم. چهارشنبه دیگر و فرصتی دیگر تا استفاده ببریم از محضر استاد ارجمند اندیشمند محقق جناب حاج آقای رضوی. استاد رضوی سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام علیکم و رحمت الله. ما هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. استاد عزیز، جا داره همینجا هم به شما هم به بینندگان عزیز تسلیت عرض بکنم. ایام آخر ماه سفر، بالاخره دهه آخر ماه سفر هست، ایام اربعین پشت سر گذاشتیم و کم کم نزدیک میشیم به ایام رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرزند برومندشان و امام علی ابن موسی رضی الله علیه و سلام. استاد عزیز، توفیق است امشب در محضر شما باشیم در ادامه مباحث مصادیق معروف و منکر، و مقدمتا انشاءالله میخواییم امشب ظاهرا در مورد بحث خرافه زدایی و لزوم خرافه زدایی از روزه ها و مراسی که بالاخره مؤمنین روزها هم بسیار الحمدلله در این مجالس شرکت میکنن، و چقدر خوب هست که امشب مطالبی را از شما بشنویم و کاربردی باشه و یاد بگیریم. در خدمت شما هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل طه و یاسین. بنده هم ایام سوگواره دهه آخر سفر را محضر شما و همه بینندگان عزیز و مخصوصاً صاحب اعضای حقیقی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنم و در خدمت شما هست. سلامت باشین استاد. به عنوان مطلع بحث و سوال آغازینی که ما معمولا هم در محضر بزرگوارانی سوال مطرح میکنیم، این است که از لحاظ مفهوم شناسی روزه و یا مرثیه سرایی و این مجالس مراسی به چه معناست استاد؟ ما سه تا واژه در حقیقت در مورد عزاداری ائمه اطهار استفاده میکنیم. یکی واژه تعزیه هست. واژه تعزیه یعنی عزاداری کردن، یک کلمه عامی شامل هر نوع تعزیه داری و سوگواری میشه. کلمه دوم کلمه مرثیه هست. مرثیه یعنی انشاد شعر و بیان شعر برای سوگواری کردن خاندان ائمه و مخصوصا مولای ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام و اولاد و یاران گرامیش. لفظ سوم کلمه روزه هست. روزه از نظر لغوی به معنای باغ و بستان است، یا یک پنجره که ایره باز میکنیم ما به سوی یک حقیقتی از حقایق دینی ما. در حقیقت با روزه ما میخواییم در را باز کنیم به سوی سوگواره خاندان ائمه و حضرت ابا عبدالله الحسین سرور و سالار شهیدان علیه و علی آبائه آلاف التحیت و الثناء و السلام. پس روزه یک باغیه، یک بستانیه که ما در اون در حقیقت از بستان حسینی گل میچینیم و با روزه اون خاطره و هدف و برنامه های حسین ابن علی علیه السلام را یاد میکنیم و حقیقتا زنده میکنیم. چقدر زیباست استاد، اگر از این منظر به این کلمه نگاه کنیم با این مفهوم، این مجالس روزه‌ای که
شرکت میکنیم، توفیق میشه همه مؤمنان ان شاء الله در این روز شرکت میکنن و التماس دعای خیر هم داریم. چقدر زیبا میشه این مجلس برای ما از لحاظ هم بحث تزیه، هم بحث عزاداری بر آقا عبدالله حسین علیه السلام و خاندانشان، هم از این لحاظ که یک باقی از معارف هست و ما قرار است از این باغ بچینیم آنچه که نصیب ما خواهد شد، حالا میوه هست، گلی هست و آنچه که بالاخره مستحقش هستیم. بله حقیقتا همینطوریه، یعنی اگر ما واقعش روزه را بشکافیم، خب در اصطلاح الان میگن مراسم روزه خانی، یعنی رفتن در یک مجلس سوگواری که برای حضرت امام حسین و ائمه اطهار برگزار میشه و حقایق دینی رو ما در اونجا بازگو میکنیم. پس روزه یک چیز بسیار مقدس از نظر مفهوم و از نظر تعبیرات دینی است که یک ارزش والا را در زندگی مسلمان ها و به خصوص شیعیان باز میکنه. پس روزه یک مفهوم بسیار عالی و مفهوم متعالیه و یک واژه مقدسه که بازگو کننده سوگواره خاندان ائمه علیهم السلام با اون کیفیتیه که هدف اونها از تعزیه داری، از شهادت، از برنامه ریزی که در دین داشتن، این مثلا هدف مشخص میشه، این هدف بازگو میشه، این هدف ادامه پیدا میکنه و این اهداف را ما به توسط روزخانی یا تعزیه داری میخوایم زنده کنیم و خاطره اونها را در دلها در حقیقت نهادی نکنیم و این حقیقت است از حقایق روزه. بله استاد ارجمند، از لحاظ تاریخی چه قدمتی داره روزه؟ چه رقم ما تعریف بکنیم؟ بله سابقه کلمه خود روزه در حقیقت از زمان سلطان حسین بایقرا که خب در هرات بود زندگی میکرد، در هرات فعلی و وزیر بسیار بادرایتی داشت، امیرعلی شیر نوایی. این آقا یک آدم بسیار هنردوست، یک انسان عالم و دانشمند بود، حالا سنی بود یا شیعه کاری به اونش نداریم، اما تیموریان هرات. بله بله بایقرا آخرین سلسله، آخرین آدم از آخرین سلطان از سلاطین تیموری بوده که در هرات در حقیقت مثلا استمرار داشت حکومتش و خراسان بزرگ را تشکیل داد، بر علیه سلطان محمود هم جنگ کرد. اما این آقا امیرعلی شیر نوایی را در حقیقت وزیر خودش منصوب کرده بود. این آقای وزیر چون انسان هنردوست بود، انسانهای فرهیختر از اطراف عالم جمع میکرد در اطراف خودش تا بتونه از علم اینها، از درایت اینها، از فهم و شعور اینها، از کمال اینها و ادب اینها بهرمند شد. از جمله آقای ملا حسین کاشفی را که در حقیقت یک اسم دیگرش ملا حسین بیهقی در سبزوار زندگی میکرد. حالا در اینکه این آقا رفت در هرات تاریخ‌های مختلفه و ولی واقعیت تاریخی کاشف از اینه که امیرعلی شیر نوایی انسان‌های فرهیخته را در اطراف خودش جمع میکرد. ملا حسین کاشفی هم از منطقه سبزوار که زاده سبزوار بود رفت در هرات در کنار امیرعلی شیر نوایی و در اونجا مشغول وضع و منبر بود. کتاب هم نوشت به نام روضة الشهداء. این آقا چیکار میکرد؟ این کتاب را که نوشته بود در مجالس تعزیه داری وقت ظاهر میشد، از روی همین کتاب خودش مراسی امام حسین را، اشعار امام حسین را، برنامه هایی را که در تاریخ عاشورا صورت گرفته بود و به عنوان سوگواره مطرح میشد، برای مردم در بالای منبر میخوند. کم کم دیگرا هم از این قضیه به اصطلاح اسوه‌گیری کردند و الگوگیری کردند. وقتی روزه را می‌خواندند این کتاب انتشار پیدا کرده بود، از روی همین کتاب می‌خواند و بعد در بین مردم تعبیر شد که روضة الشهداء. کلمه شهدایش را یک مقدار سنگین‌تر بود انداختن، شد روزه، مجالس روزه. لذا حقیقتش اینه که کلمه روزه از اون زمان در حقیقت باب شده و برای ماها به ارمغان رسیده، ولی اصل سوگواره خب از زمان پیغمبر و از زمان ائمه
صورت گرفته و در مورد رسای امام حسین حضرات ائمه همه اینها یک یک خب تعزیه داری میکردن و عزاداری میکردن. استاد کلمه مرثیه هم به همین قدمت روزه هست یا قبلتر از او است؟ مرثیه یک کلمه سابقه دار است، کلمه سابقه دار است. اگر ما ملاحظه کنیم انوار تاریخی و کتاب های تاریخی رو میبینیم، حتی از زمان حضرت امام صادق علیه السلام مرثیه خوانی وجود داشته. مثلا حضرت امام صادق علیه السلام به عده از اصحاب خودش مثل ابا هارون مکفوف و امثال اینها سفارش میکرد که انشد للحسین شعر، برای حضرت امام حسین یک شعر بخوان، مجلس ترتیب میداد. خب اینها میامدن در مجلس حضرت امام صادق علیه السلام شعر میخوندن، شعرهایی که مضمونش بیانگر سوگواره امام حسین و تعزیه داری برای امام حسین بود که ما میتونیم حقیقتا از اینها بازیافت کنیم که کلمه مرثیه از زمان قبل از تاریخ صفوی و سلاطین تیموری و امثال اینها وجود داشته. در تعبیرات فارسی اون سوگواره با اشعار را میگفتن، در حقیقت رساخانی امام حسین و مرثیه داری حضرت امام حسین. درست. شاید چیزی که اینجا به نظر بنده برسه ای باشه که حتی در زمانی که کاروان اسرای اهل بیت علیهم السلام بعد از واقعه عاشورا به ظاهرا به شهر شام رسیدن، حالا ما از شهر شام و مدینه بسیار اتفاقات ناگواری داریم در تاریخ، یکی از اتفاقاتی که واقعا یک کمی تسکین دهنده قلب اهل بیت علیهم السلام بود، شاعری بود که در اونجا به دستور حضرت امام سجاد علیه السلام ظاهرا شعری را در مرثیه آقا عبدالله حسین سرودند و بسیار هم مورد تحسین حضرات واقع شدند. و در واقع همونطور که حضرت عالی فرمودین، مرثیه بسیار قدمتش زیاد هست. و حالا روضة الشهدایی که شما فرمودین، مرحوم کاشفی که در واقع همون بیهقی باشه. استاد یک اصطلاح رایجی هست، حالا شاید طبق احادیث باشه، خدا خونخواه حسین علیه السلام است. این به چی معناست؟ راجع به این مطلب ما احادیث زیادی داریم. در یکی از احادیثی که راجع به این مطلب است، مرحوم شیخ طوسی به نقل از معاویه ابن وهب یک حکایتی داره که یک پیرمردی از امام صادق در حقیقت آمد در محضر امام صادق، حضرت سلام داد محضر آقا، آقا هم سلامش را جواب گفت و بعد از این سوال کرد که شما آیا نزدیک مرقد امام حسینی؟ این آقای پیرمرد گفت بله، من در کوفه قرار دارم، مرکز بود و باشمه و مکان ما جای زندگی ما در کوفه هست. گفت بس زیارت حضرت امام حسین مشرف میشی یا نه؟ گفت بله، من اکثر وقتا مشرف میشم و زیادم مشرف میشم به زیارت مولای ما حضرت امام حسین علیه السلام. حضرت امام صادق این آقا را خیلی تشویق کرد و آدم خوبی بود پیرمرد، بند خدا، دیهاتی و روستایی بود، ولی خب آدم خوبی بود، آدم مذهبی بود. حضرت امام صادق این را زیاد تشویقش کرد که برو به زیارت مولای ما حضرت ابا عبدالله الحسین و زیادم مشرف شو. حدیث تکه ها و قسمت هایش را که خدمتتان میخوانم این طوری داره: زاکه دمون یطلب الله به ما اصیب ولد فاطمه. حضرت امام حسین و بقیه فرزندان فاطمه کسان هستند که اینها در راه خدا شهید شدن و در حقیقت خداوند متعال خونهای اینها را خونخواهی میکنه. زاکه دمون یطلب الله به، اتکه همون عین تعبیریه که در فارسی شما گفتید، خداوند خونخواه خون امام حسین و به تعبیر این روایت به طور عام همه فرزندان فاطمه زهراست. این به این معناست که اگر کسی در برابر ائمه ما و فرزندان فاطمه زهرا مثل حضرت امام حسین و سایر ائمه استادگی کنه و جنگ کنه، یا مثل حضرت امام حسین خب به شهادت برسه در برابر این اشخاصی که به عنوان جنگ در برابر آقا استادگی کرد،
خداوند خونخواه اینه. وقتی انسان خونخواه کسی باشه، معنیش اینه که این خون را دیشه و آثارش را از اون شخص مطالبه میکنه. خداوندم حقیقتاً اگر اولاد فاطمه را کسی به شهادت برسانه، مثل سرور سالار شهیدان حسین علیه السلام که خب به شهادت رسید، حقیقتاً خداوند خونخواه این خونه. یعنی این آقایی که این کار را کرده و در برابر امام استادگی کرده و جنگ کرده و امام را به شهادت رسانده، اول باید به تعبیر ما دیش پرداخت کنه، آثارش را باید جمع جور کنه، و الا خداوند متعال خودش ای آثار را از ای میخواه. خب در دنیا خیر خود نمیبینه و در آخرت مشمول عذاب الهی میشه. ای خونخواهیه که خداوند متعال از یک انسانی که در برابر ائمه استادگی میکنه و او را به شهادت میرسانه بالاخره تعبیر شده. یعنی خداوند تمام آثار خون یک انسان مظلوم را از این شخص مطالبه میکنه. حالا او آثار چی؟ اگر در مورد فرد معمولی باشه، خواستن دیه و قصاص. در مورد انسانهایی که مشمول جنایت شدن و این جنایت را مرتکب شدن، خدا خونخواه خون امام حسین و اولاد حضرت فاطمه زهرا هست. یعنی نه در دنیا اینها خیر خدا میبینند، نه در آخرت، چون خیر و سعادت در دست خداوند متعاله، ثواب و عقاب در دست خداوند متعاله، بهشت و دوزخ مال مستحقین ثواب و گناه است. اگر کسی در دنیا خیر و سعادت خدا نبینه، همونطوری که ما میبینیم قاتلین امام حسین این خیر و سعادت رو در دنیا ندیدن، همه اینها مشمول عذاب الهی به یک نحو از انها در دنیا شدن. حالا او ثواب بسا گناه آخرتش که جهنم و عذاب مخلد و دائمی الهی او به جای خودش. لذا خداوند از هر کسی این جنایت را مرتکب شوه خونخواهی میکنه و مطالبه این خون را میکنه، آثار این خون را از او میخواه، بالاخره عقابش را، پاداشش را، هرچی که در مورد این خون هست از اون شخص جانی مطالبه میکنه. و این معنای حقیقی خونخواهی خداوند متعال از کسانی است که مرتکب جنایت هولناک مقاتله و شهید کردن خاندان ائمه مثل سرور سالار شهیدان امام حسین علیه السلام میشه. بسیار تشکر استاد ارجمند. از اونجایی که امشب ما برنامه‌ریزی کردیم با توجه به تایمی که در اختیار داریم و مباحث کاربردی تری بپردازیم، لزوم خرافه زدایی از روزه ها و مراسی آقا عبدالله حسین علیه السلام و دیگر ائمه، سوال اولی که در این بخش ما انشاءالله میخواییم از شما داشته باشیم، یکی از مطالبی که بسیار وارد شده در بحث روزه امام حسین علیه السلام بحث شبهاتی است که وارد شده. همین شبهه ای که میگن آیا اصلا هیچ ما جواز داریم، هیچ مجوزی داریم برای جزا و فضا کردن و بکا بر امام حسین علیه السلام یا نه؟ اگرم بالاخره حدیثی هست، سند حدیث بفرمایید و انشالله بریم تا انشالله بحثمون کاربردی تر شد. بله، بنده به عنوان یک مقدمه بسیار کوچیک در مورد پاسخ برای این سوال شما یک مطلب را مطرح میکنم و اون اینه که خاندان ائمه از پیغمبر خدا تا حضرت صاحب الزمان در سوگواری ائمه اینها تعزیه داری کردن و عزاداری کردن. خب در حین ولادت حضرت امام حسین اون داستان مثلا ام ایمن یا مثلا خاندان پیغمبر خیلی معروفه و وارد قطن قضیه نمیشیم. تعزیه داری حضرت امام سجاد، تعزیه داری حضرت امام زین العابدین و سایر ائمه، و یک نکته که حتی حضرت صاحب الزمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرج و شریف وقتی ظهور میکنه، اولین سخنش و اولین کلامش اونطوری که در روایات هست و این روایت در کتاب الزام الناسب آقای یزدی حائری در صفحه 2 در جلد 2 صفحه 233 مطرح میکنه، میگه اولین سخن امام زمان بعد از ظهورش و قیامش پشت زدن به کعبه و در حقیقت
سوگواری کردن برای جد نازنینش حضرت سید الشهداست. میگه وقتی امام زمان ظهور میکنه در بین رکن و مقام استاد میشه و 5 تا صدا را بلند میکنه: الا یا اهل العالم انا الامام القائم. ای مردم، همه مردم ها را خطاب میکنه، ای مردم من امام قائمم. انا سمسام المنتقم، من اون کسیم که انتقام خونهای نابحق ریخته را در عالم میگیرم. بعد صدا میزنه ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. ببینید در مورد سوگواره امام حسین حضرت امام زمان چطور سوگواری میکنه. میگه ای اهل عالم بدانید که جد من حسین را تشنه لب به شهادت رساندند. الا یا اهل العالم ان جد الحسین ترحوه عریانا. جد نازنینم امام حسین را در زمین انداختند و عریان گذاشتند. ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. با دشمنی امام حسین را به زمین کشاندند و با خاک یکسانش کردند. خب این اهمیت سوگواری ائمه و به خصوص حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اهمیت عزاداری، روضه‌خوانی، تعزیه‌داری و رسا در سوگواره حسینی و اولاد امام حسین را برای ما کاملا بازگو میکنه. به خاطر همین مطلب و به خاطر همین اهمیت که در حقیقت مکتب ائمه با تعزیه داری و روضه خوانی زنده میشه، ائمه به ماها شیعیانش و دوستدارانش و پیروانش هم سفارش میکنه که تعزیه داری بکنید. تعزیه داری بکنید اونم به کیفیتی که این عاطفه و احساسات شما نسبت به شهادت خاندان ائمه به جوش بیه، اشک ها از چشمان شما بباره. لذا در روایات زیادی داریم من بکا و ابکا و تباکا للحسین وجبت له الجنه. حالا این تعبیر مضمون جمله از روایات است که این ما در اکثر کتب ما و از طرق معتبر که حالا سندش را میگیم خدمتتان مطرح شده. از جملهش سفارش حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه و الثنا به ابن شبیب است که محضر آقا رسید، حضرت فرمود کسی که تعزیه داری کنه در سوگ مولای ما، اگر یک نفر را بگیر یا نه، 2 نفر را، 10 نفر را، 20 نفر را بگیر یا نه، وجبت له الجنه. این مضمون حکایتگر روایات بکا و تباکی برای امام حسینه. یعنی میگه شما گریه کن برای امام حسین، شما بگریان برای امام حسین و حتی اگر نمیتونی خودت را به حالت در حقیقت مجسم کن که مردم فکر کنه شما داری گریه میکنی و تعزیه داری میکنی و تباکی میکنی برای امام حسین. استاد عزیز، در مورد همین حدیث من یک سوالی دارم، ولی عزیزان اتاق فرمان اشاره میکنن که چند لحظه ما در اختیارشان باشیم، ظاهرا میان برنامه آماده کردن، این رو با هم ببینیم و برمیگردیم در محضر شما هستیم. هستیم، خسته نباشیم. چند لحظه بعد در محضر شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در برج ولایت است کوکب زینب، علامه نارفته به مکتب زینب،
گفتم به فلک دلت به احوال کسوخت، فریاد برآورد که زینب زینب. وقتی از امام زمان علیه السلام سوال کردن آقا کدام مصیبت است که شما فرمودید اگر اشک چشمم تمام شد و خون گریه می کنم، حضرت فرمودن مصیبت اسارت عمه جانم زینب سلام الله علیها. حالا از این سفر اسارت بی بی زینب سلام الله علیها بر می گرده سر دراهی کربلا و مدینه. ساربان آمد محضر آقا زین العابدین، عرض کرد آقا جان سر دراهی مدینه و کربلا قرار داری، کدام طرف می رویم؟ امر بفرمایید مدینه یا کربلا؟ حضرت فرمود برید از عمه جانم زینب سوال کنید، هرچه عمه هم دستور به تن همو را اجرا کنید. وقتی آمدن محضر بی بی، بی بی فرمود بریم طرف کربلا. آرزو داشتم زنده بمانم و یک بار قبر حسینم زیارت کنم، ثواب زیارت را فقط بی بی زینب سلام الله علیها می داند. قافله وقتی آمدن طرف کربلا، وقتی نزدیکی های کربلا رسیدن بچه ها صدا زدن عمه جان بوی کربلا میآید. بی بی زینب فرمود آری عزیزای من می رویم به زیارت قبر پدرتان حسین. تا نزدیکی های کربلا رسیدن از دور چشمشان به اون قبرها وقتی افتاد مثل برگ خزان خودشان از بالای ناقه ها به زمین انداختن، هر کسی کنار قبر ناله می زنه. بی بی زینب آمد خودش روی قبر برادر انداخت، صدا زد حسین جان برادرم بلند شو، خواهر داغ دیدت آمده. صدا زد حسین جان اسیر رفتم اما امیر آمدم، رسوا کدم دودمان بنی امیره، اما دو جا قامت می زینب خم شد موام سفید کدن، یکی که هر کجا رفتیم به ما گفتن خارجی آمدن. حسین جان این کلمه خارجی شنیدن قامت مرا خم کرد موام سفید کرد، این مردم نمی دانستن ما اهل بیت پیغمبر و شانیم، اما جایی که دیگه قامت و مراست نتانستم شرمنده برادرم حسین. تمام بچه ها و زن ها را به من سپردی، سعی و سالم بردم و پسا بردم، اما دختر 3 سالت گوشه خرابه شام. یا محمد و یا علی و یا فاطمه و یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. میان برنامه ای که شنیدیم روزخانی بود که تقدیم شما بزرگواران شد. امیدواریم در این شبها و روزها در شبهای آخر ماه صفر هر جا که توفیق شد در مجالس عزاداری شرکت کردین، ما مجموعه ای که در شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما هستیم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. در بخش دوم برنامه امشب باز هم خدمت شما بزرگوار خوش آمدگویی میگیم، در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای رضوی هستیم، همچنان در خدمت شما مبحث خرافه زدایی، لزوم خرافه زدایی از روزه ها و مراسم. استاد سوالی که من داشتم در مورد حدیثی که در آخر بخش اول شما قرائت فرمودین، آیا چه سندی داره احادیثی که در مورد بحث تباکی هست، بحث بکا هست؟ یک کمی تبیین بفرمایید برای ما. بله، عرض سلام مجدد دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این حدیث را اگر مجموعاً در نظر بگیریم، حتی بعضیا ادعای تواتر اجمالی رو اینها کردن، گرچه در بین احادیث زیادی هست که خب اینها از نظر سند ضعیفه، اما احادیث صحیح هم در بین اینها هست. مثل اون حدیث ابن شبیب که حضرت امام رضا علیه السلام به ابن شبیب گفت. یک نکته بسیار مهم را که عرض کنم اینه که در تب اول بهار الانوار یک لجنه و گروه تشکیل شد به سرپرستی آیت الله علامه محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، که یک عده از شخصیت های بسیار بزرگ مثل علی اکبر غفاری و امثال اینها در بین اینها بود، گروه 12-13 نفری. اینها آمدن این احادیث را که تقریبا بهارالانوار 38 تا حدیث در این مورد بیان کرده، اینا را دستبندی کردن، گفتن که در بین این احادیث ما حتی میتونیم ادعای تواتر بکنیم و روایت های صحیح هم در بین اینها هست، و لذا این مطلب کاملا دلیل بر اینه که روایات تباکی یک تعداد حدیث صحیح هم در بین خودشون داره، و این اشاره به اون مطلبیه که شما گفتید راجع به سند حدیث تباکی. بله استاد، در بخش دوم انشاءالله میخواییم که یک کمی بیشتر دقیق تر بشیم به بحث خرافه ها، و این که خرافه ها چه رقم وارد بحث روزه شدن، بحث مراسی شدن، و چه انگیزه بود پشت خرافه ها، آیا عمدی بود یا به مرور زمان کم کم ندانم کاری های بعضی از بالاخره روزخان ها، بعضی از کسانی که بالاخره مسئول بودند در این بخش، شاید باعث همچه خرافه ای شد. بله، حالا ما قبلا یک اشاره هایی داشتیم. بله. راجع به شیوع خرافات در بین جامعه دینی ما، علتش بیشتر میتونه بالاخره احادیث بپیرایه یا احادیث غیر مستند، کتاب های تاریخی غیر معتبر و کتاب های روزه های غیر معتبر باشه، که خب اکثر اینها رو وقتی ما توجه میکنیم، مثلا فرض کن اسم کتابش حالا دمعت ساکبه یا تذکرت شهدا یا مثلا نور العین، انوار المجالس، اینا کتاب هایی که در حقیقت اون افواهات عاطفی و احساسی را آمده در اینها جمع کردن و به عنوان یک خبر معتبر، روایت معتبر، تاریخ معتبر برای داستان روزه و حقایق روزخانی مطرح کرده، که اگر ما به اینها استناد کنیم در حقیقت یک تعداد جعل خرافات از بین اینها برمیخیزه، و همچنین جهل عده از کسانی که در حقیقت اینها پامنبری بودن یا منبری بودن، حتی یک تعداد عده آمدن منبر رفتن اما این علم و درایت را نداشتن که بفهمن بالاخره این حدیث، این تاریخ، این مثلا روایت سند معتبر داره یا سند معتبر نداره. لذا این جهالت سبب بشه که تعداد از خرافات را در بین احادیث ما و سوگواره های ما، تعزیه داره های ما قاطی کنیم، و علاوه بر او بالاخره عدم استناد پردازی تعداد از خرافات را در بین روزه های ما میه قاطی میکنه، چون یک تعداد حقیقتا احساسی برخورد میکنه با قضیه، عاطفی برخورد میکنه با قضیه، بر اساس همون استنادات دینی که گفته اگر بگریانید وجبت له الجنه، خوبی آقا فکر میکنه من هر شیوه را اگر به کار بردم، هر سخنی را اگر به کار بردم، هر کار را اگر کردم در روزخانی و تعزیه داری جایزه، در حالی که همچی چیزی حقیقتا باعث زایش خرافات زیادی در بین جامعه تشیع و تعزیه داری های ما میشه. لذا روزه های ما به محتوا میشه، دروغ پراکنی زیاد میشه، خب همه اینها جزء خرافات دیگه. القاء ذلت پذیری ائمه، ما میاییم برای که طرف مستمع ما را بگیریانیم، یک تعداد خصوصیات را نسبت به امام حسین مطرح میکنیم که حقیقتا اینها باعث نعوذ بالله ذلیل ساختن امام میشه، و امام را ما خار کردیم با این کیفیت، نه اینکه مقامش را شأنش را بالا برده باشیم. خب باعث به محتوا کردن دین میشه، بالاخره حماس زدایی را ما از ائمه میاییم چراغش را خاموش میکنیم، و عده از
خرافات که ناشی میشه از عدم توجه به اون هدف و قیامیه که ائمه ما و به خصوص حضرت امام حسین علیه السلام داشته. ما به اون هدف توجه نمیکنیم. هدف امام حسین همونطور که در وصیت نامه خودش بیان کردن، اینی اريد ان آمر بالمعروف و ان انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. ببینید سه تا گزینه را اگر ما در نظر بگیریم، در حقیقت تشکیل هدف امام حسین را بیان میکنه: امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح و پیروی کردن از سیره پدر نازنینش حضرت علی علیه السلام و جد نازنینش. ما اگر این هدف را توجه نکنیم، حالا میخواییم بگیم ما تعزیه داری میکنیم برای ائمه، دیگه اینجا هر چیز را دل ما خواست قاطی میکنیم. هدف اصلاحگری نیست، هدف توجه کردن به هدف امام حسین نیست، هدف در حقیقت احیاء سیره پیغمبر و حضرت علی نیست. اینجایی که ما اگر مثلا میاییم این کار را میکنیم، جعل خرافات کردیم و اون چیزهای به محتوا را داخل بالاخره تعزیه داری ما میکنیم. و مهمتر از همه اینه که کسانی که حقیقتا مرسوم شده تعزیه داری میکنن، اینها خود ساخته نیستند، حقیقتا تعزیه داران حرفه‌ای یا تجاری دنبال پول میخواین یک تعداد انسانها را پای منبر خودشان جمع کنه، پای روضه‌خوانی خودشان جمع کنه، پای مجالس تعزیه داریشان جمع کنه برای که دست به پول برسه. متاسفانه و این یکی از چیزهایی که سبب جعل بیشتر خرافات در مسائل تعزیه داری میشه. در واقع استاد رضوی عزیز، همانطور که حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و بحث قیام عاشورا بسیار بحث محوری در دین اسلام هست و در واقع همه آنچه که از خیر و خوبی است حول این محور جمع شده، همانطور میتونه موضوع بسیاری از سوء استفاده ها باشه. همونطور که حضرت عالی فرمودین، بسیاری از کسانی که هیچ اعتقادی به ائمه نداشتن و قلبا واقعا هیچ قبولی، هیچ مقبولیتی از ائمه، هیچ بالاخره پیروی و هیچ اعتقادی به حضرت پیامبر خواندنشان نداشتن، از این مجالس به شکل های گوناگون سوء استفاده کردن از مردم و در واقع همونطور که حضرت عالی فرمودین، بسیاری از اهداف تجاری خودشان، بسیاری از بالاخره آنچه که نمی توانستن از راه دیگر به دست بیارن، از طریق مجالس روزه با پوشش روزه امام حسین بالاخره اینو به دست آوردن. و همین الان هم متاسفانه در جاهای مختلف دنیا، هر جا که مجالس برگزار میشه، یک سری آفت هایی هست، همیشه یک سری بالاخره اتفاقاتی در کنار این مجالس میفته بله که آن چیزی نیست که مورد قبول حضرات باشه. میخوایم از شما چند مثال بشنویم که بعضی از آفات این خرافه ها چه آسیبی میرسانه به دین ما، چه آسیبی میرسانه به اعتقادات ما. بالاخره ما میخوایم که امشب کمی بیشتر و دقیقتر از شما یاد بگیریم. بله، سوال شما در واقع دو مطلب بود. یک مطلب اینه که خب حالا چه خرافه‌ای داریم در روزه های ما. مطلب دوم شما این بود که چه آسیب هایی به دین ما میزنه. اما اشاره به مطلب اولی که شما فرمودید، خب ما خیلی روزه خانه ما الان در روزه های خودشان، در منبرای خودشان داستان مادر علی اکبر در کربلا اینا رو ذکر میکنه که علی اکبر وقتی شهید شد، مادرش آمد بر بالینش یا در خیمه تعزیه داری کرد. ما در کدام سند تاریخی داریم که مادر علی اکبر در کربلا بوده؟ اثبات این قضیه بسیار کار مشکله. یا فرض بفرمایید عروسی حضرت قاسم. بله، عروسی حضرت قاسم خب در یک برهه بسیار خاصی که مثلا از ساعت 9 تا 12 یا 1 و 2 طول کشید و ائمه درگیر با یک سپاه مملو از اسلحه، مهمات، تجهیزات، سرصدا، بگیر و ببند و غارت کردن بود. آیا یک کمچه فرصتی در این فضا پیش میاد که مثلا یک کسی بشینه اینجا مجلس جشن برپا کنه؟ یا خیلی چیزهای دیگری که خب حالا دو تا نمونهش خدمت شما عرض کردم در بین روزه های ما هست که متاسفانه اینا باعث خرافات زایی شده و تعداد از
خرافات رو در بین تعزیه داری های ما آمده بیان کرده، یا مطالبی که از اون کتاب هایی که نام بردیم مثلا وقتی ذکر میشه اکثر استناد تاریخی نداره، یا فرض بفرمایید شعرهای به محتوایی که ما در روزه های ما اکثرا میخوانیم تعبیر داره حسین در کربلا مشهو نداره. خب یعنی چی حسین در کربلا مشهو نداره؟ حالا نمیدونم حالا این شعر شما خواندید یا دیدید یا نشنیدید، حسین در کربلا مشهو نداره بالاخره به عنوان یکی از داستانهای شعری در سوگوارهای حضرت امام حسین حالا شعر ادامه داره بیان میشه. حسین در کربلا مشهو نداره، مشهو یعنی مثلا پالتو یعنی لباس. خب بالاخره این تعبیر بسیار نامناسب و زنده است نسبت به مسائل سوگواری حضرت امام حسین. و اگر مستمع ما بشینه و یک کلمه را خب یک برداشت خیلی بدی ازش میکنه، یعنی حسین نعوذ بالله برهنه در صحرای کربلا مشغول جنگ و بالاخره مقابله با لشکریان عمر سعد و شمر و همسال اینها بوده. لذا ما تعداد از خرافات را که حقیقتا الان در مراسم ما هست میتونیم یاد کنیم که نباید اینها در مراسم ما وجود داشته باشه. شما ببینید مراسم رو برپا میکنه با خودنمایی ها، این هیئت با او هیئت در حال رقابت. امام حسین علیه السلام راضی است که دو نفر سوگواری کنه برایش، اما دشمنی ها، کینه توزی ها، برخورد های نامناسب و ناملایم نسبت به همدیگر داشته باشه. امام حسین هدفش دوستی، اصلاح و پیروی از سیره پیغمبر بوده، نه اینکه جنگ، دشمنی، زد و خورد، حرکات و سکنات به مورد. شما ببینید در همین مجالسی که تعزیه داری برگزار میشه یا سینه زنی های ما، یک عده آدما رو میبینیم با آستین های بریده، با موهای ژولیده و حالت خاص، با خانما رو میبینیم با آرایش های نامناسب خب در مجالس حضور پیدا میکنه. حتی ما در یک مجلسی بودیم که در اونجا زنجیر موتور را گرفته بودن، مثلا زنجیر درست کرده بودن، به جای زنجیر اینا را به سر خودشون میزنن. خب ما گفتیم بالاخره این کار در کدام فرهنگ، در کدام دین، در کدام آیین وجود داره که شما این کار را میکنید؟ آسیب زدن به خود و دیگران، ریاکاری ها، پوشیدن لباس های مخالف شؤونات اسلامی، استفاده از وسائل نامناسب، استفاده از وسائل نامناسب مثل حمل آلات موسیقی نامناسب، اینها در فرهنگ حسینی جزو خرافات های واقعی مراسم تعزیه داری به حساب میاد که ما نباید اینها را به کار ببریم. لذا به طور کلی ما اگر بخوایم آسیب های مجالس تعزیه داری را به صورت کلی بیان کنیم، اینا به دو صورت میتونه باشه. یک آسیب های محتواییه که ما باید مراسم ما رو از این آسیب های محتواییش پاک کنیم و الا خرافات دامنگیر تعزیه داری های ما میشه. یعنی محتوای مطالب را که میگیم اینها دارای واقعیت دینی باشه، با استناد تاریخی باشه، با سند مسلم و صحیح و درست و اطمینان بخش باشه. و آسیب های دیگر که در حقیقت باعث خرافات در تعزیه داری های ما میشه اون آسیب های شکلیه، آسیب های شکلی، یعنی شکل تعزیه داری های ما باید اصلاح شود. لباس مناسب بپوشیم، محل مناسب داشته باشیم. شما میبینید الان باب شده در اکثر جاها کلن لباس خود در میارن سینه میزنن، در حالی که در نگاه دینی خب یک چیز غیر درست و غیر صحیح میتونه باشه. ما بیاییم هدف را با وسیله توجیه کنیم، به تعبیری هدف سوگواری امام حسین، اما وسیله هرچی بود. خب همچی چیزی در سخن امام حسین، در کلام امام حسین، در معیارهای دینی ما وجود نداره. و اگر وقت باشه حدودا 6 دقیقه وقت داریم. بله، بر راهکارهای خرافات زدایی هم مختصر اشاره داشته باشیم خدمت شما. فقط یک سوال بسیار کوچیک و بسیار جزئی از شما داریم که آیا خرج و مخارج، مثلا بانیان مجالس بسیار خرج هایی بله مفت میکنن، یه جزء خرافات؟ بله بله بله، میتونه اگر دچار اسراف شه. بله. خب ما میخوایم مجلس تعزیه داری برگزار کنیم،
بینواهای ما، فقرای ما، محتاجین ما الان در جامعه قوغا بپا کرده. بله، اما ما خرجایی بکنیم بدون هدف، خرجایی بکنیم بالاخره کذایی، حقیقتا داخل در چی میشه؟ در اگر مشمول اسراف شوه و خارج از مراسم تعزیه داری باشه و برای مجالس تعزیه داری، یعنی در این کانال، اما در حقیقت اسراف کردن باشه، خب این میشه جزء خرافات دینی. شک در این نیست که میشه حرام و از محرمات الهی و شدیدترین حرام دیگه. اسراف حرام است در دین اسلام. بله، مطلبی که عرض کنم راهکارهای خرافات زدایی است. بالاخره ما 5-6 راه را در اینجا پیشنهاد میکنیم. یکی اطلاع رسانی صحیح هیئت ها و پامنبری ها از حقایق دینی، از مستندات دینی. بالاخره وقتی منبری منبر مره باید بگه که آقا مثلا این قضیه حقیقت داره، شما گوش بدید، اما قضایای دیگری هست که حقیقت نداره. ایره باید هم به عموم مردم و مستمعین بازگو کنیم، هم نسبت به هیئتی ها بازگو کنیم. خب بالاخره اطلاع رسانی دینی یکی از شؤون و ارکان اصولی خرافات زدایی از مراسم دینی ما میتونه باشه. استفاده از روایات معتبر و اسانید معتبر و سخنهای معتبری که در دین حقیقت باعث اصلاح و اصلاحگری بشه، نه اینکه از این 10 خرافات به وجود بیایه. استفاده از آگاهان دینی، این مطلب خیلی مهم است، این مطلب را خیلی باید مهم تلقی کنیم. الان متاسفانه همونطوری که عرض کردیم منبرهای ما، روزه‌های ما، تعزیه‌داری‌های ما حرفه‌ای و تجاری شده متاسفانه. یعنی آقای را من سراغ دارم در ماه محرم که حالا اسمش نمیبرم، شاید اکثر مستمعین ما همین قضیه را آگاهی داشته باشه، رفته بود در اصفهان در یک هیئتی، گفت این آقا در روز 4,000,000 تومان مطالبه کرده از روزه‌خانی خودش، در مجموع نمیدونم حدود 10-12 روز حدود 20,000,000 تومان. بالاخره خب این در کجای قاموس دین ما وجود داره؟ از آگاهان دینی در مجالس تعزیه داری و منبرها استفاده کنیم. منبرهای ما را، تعزیه داری های ما را تجاری نکنیم. اینم به خاطر رقابت های ناسالم با تعداد از اشخاص دیگری که اینها تعزیه داری میکنه. روزخان ما روزخان مناسب و مطلع باشه، حرفه‌ای نباشه، بالاخره تجاری نباشه، دنبال پول نباشه، محض با خلوص نیت برای بیان هدف حسینی و برپا داشتن سوگواره حسینی بیاید در مجلس شرکت کنه. حالا بالاخره حق الوجه هم برایش حتما پرداخت میشه، اینطوری نیست که از مجلس حسینی و از بالای سفره حسینی آدم بدون برکت بلند شوه. اما خب بالاخره تجاری کردن یک کار بسیار زشتیه. استفاده از اسناد دینی و تاریخی معتبر و تصحیح شده، جلوگیری از تعداد از کارهایی که واقعا اینا خلاف شؤونات اسلامی هست. اینها از اصول است که باعث از بین بردن خرافات از مجالس تعزیه داری ما خواهد شد. بسیار تشکر. من متوجه شدم که چقدر مطالب شما امشب گسترده بود، ولی با توجه به تایم برنامه شما سعی کردین در این حال که همه مطالب بیان میشه باسم به صورت خلاصه و روان مثل همیشه با حوصله مطالب خودتان ارائه دادین. خدا خیرتان بده، ان شاء الله در این شب‌های آخر ماه سفر ما ان شاء الله که احساس بالاخره مسئولیت دینی کردیم، خدا اون از ما قبول کنه. خدا خیرتون بده، حتما اینطور هست. حتما بینندگان عزیز هم با ما همعقیده هستن که ما در این چند شبی که از شما در بحث مصادیق معروف منکر در خدمت شما بودیم بسیار استفاده کردیم استاد، و از شما التماس دعای خیر هم داریم. آخر جلسه است، یک دقیقه مانده، دعای بفرمایید، جمله اگر هست بفرمایید. ما خدمتتون عرض کنم، حالا به عنوان حسن ختام باید ما احتیاط در دین داشته باشیم. حضرت امام رضا و عبدالعزیز یکی از اصحابش در معرو بیان فرمودن ان الامام اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلی مکانن و امن و جانبن، جایگاه امامت
و ائمه بسیار یک جایگاه والا و ارزشمند و مقدس، این ما با آلودگی ها و با خرافات از اون جایگاه حقیقیش پایین نیاریم. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت کنه که ما خرافات زدا باشیم و پاسدار حرمت ائمه و سوگوار در عزای اینها و بیانگر اهداف در زندگی ائمه. بسیار تشکر استاد. انشاءالله که هر جا که هستید موفق باشید و از شما باز هم التماس دعا داریم. خواهش میکنم، سلامت باشید. بینندگان عزیز، از شما تشکر میکنیم. آنچه که تقدیم شما شد مصباح الهدا در وعدگاه چهارشنبه بود، حاصل تلاش همکاران بنده در بستر جهانی شبکه هادی تیوی. امیدواریم مورد قبول شما عزیزان واقع شود. اللهم انا هذا منک و من رسولک و من حجتک.